در مورد حملات تروریستی که در خاک کشور امارات متحده عربی رخ داد تفاصیل زیادی خوندیم و شنیدیم، اما بخشی از این اتفاق نادیده گرفته شده و اون هم دلیل تاریخی و سیاسیشه. صلح خاورمیانه. ناچاریم کمی عقب برگردیم. زمانی محمد رضا پهلوی آریامهر شاهنشاه فقید ایران با کمک انور سادات رئیس جمهور فقید کشور مصر تلاش بسیار زیادی کردند تا بین کشورهای عربی اسلامی و اسرائیل صلح وجود بیارن و منطقه رو به صلح و آرامش بکشونن. و میدونیم چه اتفاقی برای این دو بزرگ مرد افتاد. یکی حکومتش توسط یک انقلاب سرخ و سیاه با یک توطئه جهانی سرنگون شد و انور سادات توسط تروریست های گروه تروریستی اخوان المسلمین ترور شد. سالیان زیادی گذشت، چند دهه گذشت و یک اتفاق بزرگ تاریخی رخ داد. صلح بین امارات متحده عربی و کشور اسرائیل که پایه‌ای شد برای صلح با دیگر کشورها از جمله بحرین و کشورهای شمال آفریقا. رئیس جمهور امریکا در یک انتخابات همراه با تقلبات گسترده کنار گذاشته شد. نفر بعدی که باید تنبیه می‌شد بنیامین نتانیاهو بود، هرچند که او در لحظات آخر به دونالد ترامپ پشت کرد. و ضلع سوم کشور امارات. با توجه به سیاست‌های محافظه‌کارانه کشورهای عربی این بهانه پیش نیامده بود تا اتفاقات اخیر در کشور یمن. حالا به فرمان گلوبالیست‌ها و ایادیشون در واقع تروریست‌ها خاک کشور امارات مورد حملات تروریستی واقع شده. تا زمانی که جو بایدن در کاخ سفید هست، مردی که باعث تولد مجدد طالبان شد و امروز دست رژیم ایران و گروه‌های تروریستی دیگر در منطقه برای این گونه کارها باز گذاشته، منطقه و جهان روی آرامش نخواهند دید.